سلام شنبه ده بهمن 94 سی ژانویه 2016 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه 320 فعال مدنی خواستار پیگیری وضعیت سعید زینالی شدند سعید از 23 تیر 78 یعنی 17 سال پیش دستگیر شده و ناپدید شده و پیگیری های مادر پدر و خانواده او به جای نرسیده در عوض بارها اونها رو بازداشت و تهدید کردند ده عضو پارلمان اروپا هم طی نامه ای به آقای روحانی خواستار آزادی محمد علی تاهری بنیانگذار عرفان حلقه در ایران شدند موضوع دوم اینکه 20 کارگر مثل خاتون آباد کرمان بازداشت شدند در این مجتمع 300 کارگر پیمانی کارفرما خواسته امتحان بدن تا 150 نفر اونها رو وضعیت استخدامیشون رو به دائمی تبدیل کنه و احتمالاً 130 نفر رو هم تعدیل کنه و 20 نفر رو هم بدون امکانات اخراج کنه به هر حال این کارگران در اعتراض به این بیکار شدن با خانوادهشون تجمعات مکرر داشتند که حاصلش تا اینجا بازداشت 20 نفر از فعالین مدیر کل مدارس غیر دولتی هم عنوان کرده که دویست هزار معلم در مدارس غیر دولتی مشغول به کار هستند که طبق استانداردهای وزارت کار و حداقل دست مزد وزارت کار سال آینده حقوقشون برقرار خواهد شد حداقل دست مزد که اندکی بیش از هفتصد هزار تومان هست کفاف زندگی یک معلم رو به هیچ وجه نمیده و این ترسیم برای سال آینده یعنی ادامه وضعیت نابسامان و غمانگیز این معلمین زحمت کش علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم عنوان کرده در خصوص حمله به جلسه خانوم معتمد آریا در کاشان گفته اینها افراد با و پرقدرتی هستند که در واقع زور وزارت ارشاد هم به اونها نمیرسه زمنا ایشون گفته در بعضی شهرها ما حتی امکان برگزاری یک کنسرت رو هم نداریم آقای سالار عقیلی خواننده ای که با تلویزیون مناتو مصاحبه کرده بود و بلافاصله از جشنواره موسیقی فجر اسمش خط خورده بود با نوشتن نامه ای که خبرگزاری فارس اون رو منتشر کرده گفته که یک سوء تفاهم پیش اومده و قرض من هدفم آشنایی جوانان با موسیقی فاخر ایرانی بوده گفته میشه که او رو دوباره در لیست جشنواره فجر قرار داد موضوع سوم اینکه سازمان دیدبان حقوق بشر عنوان کرده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزاران افغانی رو برای جنگ عازم سوریه کرده اونها رو استخدام کرده گاهی هم با تهدید به اخراج از ایران اونها رو به کار گرفته آقای هاشمی وزیر بهداشت هم عنوان کرده که تعدادی از کادر پزشکی در سوریه اسیر تکفیری ها به گفته ایشون یا شدند یا کشته شدند تا به حال صحبت از این نشده بود که ایران کادر درمانی هم به سوریه اعزام کرده مذاکرات صلح در ژنو دیروز آغاز شد هیئت عالی مذاکرات از مخالفین که در عربستان تشکیل شده بود ابتدا گفته بود به شرطی شرکت می کند که قطع 2254 سازمان ملل ابتدا اجرا بشه که در خصوص عدم کشتار غیر نظامیان و شکستن محاصره جاهایی است که دولت سوریه انجام داده و آزادی زندانیان سیاسی است ولی ظاهرا با پادرمیونی امریکایی ها و تضمین هایی که برای اجرای قطنامه 2254 داده شده این گروه دیروز اعلام کردند که در مذاکرات شرکت خواهند کرد به این ترتیب مذاکرات صلح سوریه در ژنو آغاز شده موضوع چهارم اینکه یک پهپاد ایرانی از فراز ناو هواپیمابر ترومن امریکا در خلیج فارس و دریای عمان پرواز کرد و از اون عکس گرفته که خبرگزاری فارس هم منعکس کرده موضوعی که میتوانست منجر به درگیری جدی بشه دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ایران گفته این قدرت نمایی ایران در حالی که سخنگوی ارتش امریکا اعلام کرده کاری غیر حرفه‌ای و تحریک و تهدید کرده که ممکن است ارتش امریکا از زور هم استفاده بکنه انجام این قبیل کارهای تحریک آمیز علیه امریکایی ها در خلج فارس که یک نمونه دیگر اون هم دستگیری ملوانان امریکایی بود احتمالا از سوی نیروهای نظامی به با هماهنگی آقای خامنه‌ای بیشتر برای جبران ضربه است که در برجام خوردند و تسلیمی که پروژه هستهای ایران رو در اونجا کردند و کارکرد این کارها هم بیشتر در بین اون اقلیت پشتیبان آقای خامنه است که عملا به انقلابی بودن و ایستادگی ایشون شک کرد هشدار وزارت خارجه امریکا دیروز جمعه هم خطاب به شهروندان امریکایی به خصوص شهروندان ایرانی امریکایی منتشر شده که خواسته به ایران سفر نکنند برای اینکه در ایران خطر دستگیری هست و گروه های مخالف امریکا به صورت پرقدرتی گفته این بیانیه حضور دارند لذا خطر دستگیری وجود داره آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر سابقه پیشین جمهوری اسلامی هم در مصاحبه با تلویزیون ان بی سی امریکا یک بار دیگه هم بند رو آب داده و تصریح کرده که آقای خامنه ای از ابتدا در جریان مذاکرات بوده و شروع مذاکرات محرمانه در زمان وزارت خارجه ایشون با نظر شخص آقای خامنه ای بوده و چهار شرط رو ایشون گذاشته بوده یکی اینکه مذاکرات فقط در خصوص هسته ای باشه دوم اینکه سریعی باشه و طولانی نشود که عملا این اتفاق نیفتاد سوم اینکه غنیسازی در ایران بماند که به این شکل عجیب و غریب 5060 سنتریفوژ یکسو با این همه کنترل باقی مونده و آقای صالحی گفته شرط چهارم رو هم نمیگه اما موضوع آخر اینکه که نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله به مستاق شطور در خواب بیند پنبدانه که گه لفلف لف خورد گه دانه دانه عنوان کرده دروغ آشکار که سران فتنه منظور رهبران در حصر جنبش سبز از آقای خامنه ای عذر خواهی کردن و رهبری نپذیرفت ایشون نگفته که بارها و بارها آشکار و پنهان آقای خامنه ای حتی التماس کرده که نوعی با واسطه های مختلف که مهندس آقای مهندس موسوی آقای کروبی و خانم رهنورد به نوعی عذرخواهی بکنن تا او در واقع آبروی از دست رفتش بازسازی بشه و شرط آزادیشون باشه که این رهبران در بند نپذیرفتن آقای محمد رضا احمدیان معاون بهداشت ناجا هم عنوان کرده که شایع ترین بیماری در میان پرسنل نیروهای انتظامی مسائل اعصاب و روانه یعنی ظاهرا ما با پلیسی مواجه هستیم که روانی و اعصاب ندارند که صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی